سلام و درود میگم به مخاطبان عزیز رسانه طرفداری با یکی از برنامه تیم منتخب و برترین های قرن ورزش ایران همراه شما عزیزان هستیم و امروز مفتخرم اعلام کنم امروز ستاره ای در این برنامه میهمان طرفداریه که فوتبال ایران رو نورانی کرده، بارها و بارها اسمش در این برنامه تکرار شده و نامش وارد تیم منتخب قرن شده، جناب آقای محمد صادقی. سلام، خیلی ممنون که در این برنامه حضور پیدا کردید. منم سلام میگم به شما و به بینندگان عزیز که دارن این برنامه رو میبینن، امیدوارم که برنامه خوبی باشه. آقا گفتم بارها نام شما رو یا در این برنامه آوردن یا وارد تیم منتخب قرن کردن. قبل از اینکه بریم سراغ تیم، می‌خواستم اینو بپرسم که اصلا یه ورزشکاری فوتبالیست باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه معیارایی هست که لقب برترین بازیکن قرن رو بگیره؟ ببین بازیکن قرن حداقل باز 10 سال مدام خوب باشه. متاسفانه الان ما این لیگو که تماشا می‌کنیم، بازیکن‌های ما یه دوره، نهایت دو دوره، خیلی کم دیدم. حالا میشه مثلا به ندرت نام برد که تو ایران بودن تونستن مثلا 10 سال خوب باشن، 8 سال خوب باشن. ولی من الان هرچی از دور خودم یادم میاد، هر کدومش یادم میاد، میبینم که همه حداقل یه 8 سال 9 سالی تاپ بازی میکردن. یعنی هر وقت اون موقع یه روز دو تا روزنامه بود، کان ورزشی، دنیای ورزش، هر وقت نگاه میکردیم اسم یه عده تو این تیم هفته بود. یعنی تو طول 10 سال، از سال 50-49-50 نگاه کنید تا سال 57 میبینید که این توی این مرتب بودن. اینی که یه بازیکن که میخواد تو تیم قرن یا تو تیم ماه یا تو تیم هفته باشه، باید یه سری خصوصیات داشته باشه فردی، یه سری خصوصیات تیمی داشته باشه، یه سری خصوصیات اینی که یعنی مستمر باشه، استمرار داشته باشه. یعنی انقدر یعنی خوب باشه که با یه ضربه بغل پا نره شیش ماه بخوابه، مچ بده، زانو بده، رون بده، ربات بده، صلیبی بده. ما اصلا زمان ما یادم نمیاد، یعنی اصلا یادم نمیاد یه دونه بازیکن داشته باشیم که ما ربات صلیبی داشت، یه دونه. یعنی هر چیز دارم فکر میکنم تو زمان ما یه دونه ما نداشتیم که ربات صلیبی داده شد. الان ما تکون میخوریم یه ربات صلیبی داد، چرا؟ نمیدونم. حالا تمریناشون، چون ما خیلی اون موقع فقط ما تمرین میکردیم و مسابقه میدادیم، همه ماشاءالله گردن کلفت خوب یعنی فوتبال بازی میکردن، غیر فوتبال هم کاری نداشتن دیگه. این بود که من انتخابم واسه بازیکن قرن ما اینه که باید یه بازیکنی باشه که حداقل من بتونم 8 سال 7 سال مرتب ببینمش، به صورت اول بوده باشه، به صورت بازیکن اول، فراز اول هم بتونم تو هر تیمی که بره فرق نکنه که مثلا بگم حالا این بود، اینجا بود خوب بود، اونجا رفت خوب نبود، نه هر جی میره باز خوب باشه. یعنی یه بازیکنی که باید اینجوری تو این شرایط بمونه. پس اگه موافق باشید بریم سراغ ترکیب اون اولین پست، پست دروازه‌بان. ببین دروازه‌بان یه چیزیه که هم باید بیشتر از هر چیزی باز قدرت هوشیش خیلی خوب باشه. ما دروازه‌بان 3-4 داشتیم خوب که بتونم، هم منصور رشیدی بود، هم عابدزاده بود، هم اون زمان ما عزیز اصلی بود، ولی ناصر حجازی که میخوام انتخابش بکنم به عنوان دروازه‌بان، به خاطر که هوشش، یعنی خیلی رو هوشش تمرکز داشت و خیلی خوب جاگیری میکرد، یعنی خیلی خوب هم بازی رو زیر نظر داشت، هم با دفاع صحبت میکرد و میدونست کی از دروازه بیاد بیرون، کی نیاد بیرون. اینا بعضی هاشون مثلا خیلی عصبی بودن، زود عصبی میزدن، فلان میکردن، ولی کمتر، یعنی بیشترین چیزی که به نظر من میشه حساب کرد هم از نظر تداوم بازی هم چیز ناصر رو من انتخاب کردم. پس این لطف کنید نام ناصر خان اجازی رو به عنوان اولین بازیکن وارد لیست کنید. خدا بیامرزتش، زنده یاد ناصر اجازی روشون شاد. انتخاب اول ناصر خان اجازی. آقا اگه بخوایم دو تا دفاع وسط بذاریم که کمترین توپ به سمت دروازه بیاد، اون دو تا دفاع وسط کیا؟ بازم ببینیم الان من میتونم سید جلالم بگم، خب 7-8 سال داره خوب بازی میکنه، ولی باز من نمیتونم از نصیر عبداللهی، از حسین کازرانی، از مجید حلوایی، از جعفر کاشانی، از مهراب شاروخی، اینا یه بازیکنایی بودن شما یادتون نمیاد. آخه میدونی الان من با یکی دارم صحبت میکنم، مثلا مهراب شاروخی رو اصلا نمیدونه چی هست، مثلا بازیاش نیده، مثلا جعفر کاشانی مثلا چقدر میپرید دفاع وسط، چیز میکرد، چجوری جمع میکرد رو سر مثلا همایون بهزادی، کی مثلا پرسکیشانی هد میزد. خب اینا رو یه شما که یعنی چون الان سخت واسه شما، بیشتر الان این تیمای جدید رو میبینید،
ولی من فکر میکنم اگه بخوام یعنی پا رو هر نداری، من همون نسی و کازرانی که دوتا دفاع وسطم تو آرژانتین بودن اون دوتا رو من انتخاب میکنم، نسرون عبداللهی و حسام کازرانی. اگه زید من میشم همون نسی. حالا زمان شما بعد یه مشکلی که بود خیلی فیلم و اینا، حالا مثلا از 10 سال 20 سال گذشته هایلایت من اندازه کافی هست، از زمان شما فیلم هم کمه، ولی خب به لطف این برنامه 120 خورده ای برنامه ضبط شده تا الان اومدن، حالا پیش کسوت و از نسل مختلف صحبت کردن، یه جورایی حالا به من و هم نسل هم یه جورایی شناسونده اون بازی کنه اون نسل و این صحبت هایی که ببین. شده حالا بازم... این ممکنه ببین شما تو بازی رو نزدیک نبینی 90 دقیقه بازی رو نبینی که ببینی توی یه بازی یارو چقدر میدوه، چقدر جاگیری میکنه، چقدر توپ میگیره، یعنی یه لحظه ای که مثلا تو این یه لحظه رو میبینی، ولی 90 دقیقه ببینی که این بازیکن علی پروین تو طول 90 دقیقه 8 دقیقه بازی میکرد، 7 دقیقه بازی میکرد، ولی مسمر بود، یعنی نه درگیر میشد، نه توپ میگرفت، نه همه کارا رو ما میکردیم، اون یه گوشه وایساد توپش میدادیم، اون مثلا نگاه از قبلی که ما بهش بدیم نگاه کردیم کی گل زد که اون پاس رو بده، که حسن روشن کجاست، غفور کجاست، حسام مظلومی کجاست، اینا یه چیزایی بود که یعنی خیلی باز تو بازی باشی ببینی که مثلا کی داره جنگندگی میکنه، توپا رو میگیره میده مثلا به علی، علی چون درگیرونه نبود که، اون فقط این بود کارش ساند کنه یا مثلا یه جایی کاشته بزنه، اینه که شما لحظه ها رو که ببینی نمیتونی قضاوت بکنی، چون یه لحظه ممکن من خوب باشه بعد. متاسفانه اون موقع این همه دوربین و فیلم برداری نبود، هر چی هم بود بردن از همون اول انقلاب از تلویزیون رادیو تلویزیون ما که الان ما هیچ کدوم بازی خودمون نداریم، خیلی فقط سه تا هم جامعه هم که از چیز هست، مثلا بازی ایران آرژانتین تو جشن رئال مادرید نیست، بازی ایران برزیل تو مونیخ نیست، تو خود برزیل نیست، یا هیچ کدومی نیست بازی کنه، یعنی هیچ کدوم با فیلماش نیست. خب الان باز فیلم باشه ببینن که رو ببینید چجوری میکرد، مثلا روشن چیکار میکرد، قاسم پور چیکار میکرد، علی پروین چیکار میکرد، مثلا الان که الان میدونن همه علی کریمی چیکار کرده، مهدوی چیکار کرده، کریم باقری چیکار کرده، فراد مجیدی چیکار کرد، اینا همه رو می‌بینن الان، درست، ولی اون موقع الان کسی اون موقع خبر نداره. فصل تو بازی جام جهانی 78 هست که اونم فیفا فیلماشو داره دیگه، که اونم تازه اون موقع جهانگیر کوثری بود گزارش می‌کرد، اون پیگیر شد که آوردن، اگه نه تو همون خورد به سال انقلاب، یعنی ما اگر حالا چی بگی آدم انقلاب یه طوری شد که خیلی فوتبال ما رو، یعنی ما اگه سال بعدش ما سال 82 راحت حتما میومدیم بالا، چون هممون بین 26 27 بودیم، یعنی تیممون یه تیمی بود که از 23 24 مثلا حسن نظری 23 سال 4 سالش بود، قاسم بود 23 من 25 سالم بود، یعنی حسن روشن اینا همه یه تیمی بودیم که واسه دوره بعد راحت، یعنی تیممون خیلی خوب میشد، چند تا جدید اومده بود اون است بود دیگه میشد دیگه، آره مثلا حسین فرکی هم تازه اومد اضافه شده بود، بهتاش اومده بود اضافه شده بود، تیممون خیلی خوب میشد. همون سال رفتیم که حتی نتونیم قهرمان آسیا هم بشیم، ما راحت چهار سال قبل آسیا قهرمان شدیم، همون سال اومدن تیم رو همه دادن دست یه عده‌ای که والا چی یادم میاد، همه رو خط زدن به عنوان نمیدونم شما نمیدونم یه جوری سوخت آره واقعا، همه رفتن کووید باختن چیه مثلا مهارک بزن چی دیم ما مثلا شما مثلا قانونایی که اجازه نداد. آقا اگه بخوایم دفاع راست و دفاع چپ تیم رو انتخاب کنیم بازم من همون دوتا میگم که من چون با اینو بازی کردم من میدونم آندرانیک چقدر خوب بوده، البته مشتاق محرمی هم خوبه ولی چون زیاد تو ملی بازی نکرد و خیلی کم چیز شد، من چپ آندرانیک انتخاب میکنم، راست هم حسن نظری، چون اینا رو من حسن نظری تو مثلا موقع تاج سابق مثلا باز میدیدی که آشتیانی هم هست، ولی این انقدر یعنی اصلا دفاع راست نفوذی رو بعد از یعنی تو ایران حسن نظری راه انداخت، خیلی خوب بود از نظر من که باش باز میکردم، خیلی خوب، یعنی هم چون با من خوب من وافقش بودم دیگه، قشنگ میدونم چه جوری مثلا هم هوای منو داشت هم هوای دفاع وسط رو داشت هم دفاع هافبک راست رو داشت، خیلی خوب بود. هم چیزا ما بازی پرامون هم اگر آندرونیک دختاره نمیشد دو کارده نمیشد حتما بازی رو میبریم، از
بس بازی پرومونتون خب دیگه یکی خود به نتیجه چیز جواد علوردی بنده خدا انقدر سری بود که جوادم خب بیچاره اولین بازیش بود نفسش که برون دیگه انقدر خستش کرده بود که دیگه پس با من هم هاندرانی که میشه هاندرانی اسکندریان و حسن نظری بک های چپ و راسته تیم منتخب ما ما میرسیم به هافک دفاعی جایی که خب خیلی به خود شما رأی دادن در این پست ببین من که حالا من خودم قیلیچخانی رو انتخاب میکنم فرز قیلیچخانی یعنی یکی از خبرنگارم که تو با پریسا وکیل بود گفته بود که بهترین بازیکن ایران به نظر اون گفته بود من فلانی یعنی منو گفته بود ولی من نه به خاطری که اون اسم منو گفته من خودم واقعا چون باش هم بازی بودم هم خونه بودم هم زندگی کردم من فکر میکنم بازیکنی بود کامل بود بازیکن کاملی بود یعنی هم تو دفاع بازی میکرد هم تو هافبک بازی میکرد هم تو فوروارد بازی میکرد بازی با استرالیا ما پرویز رو گذاشتیم چون من هافبک دفاعی بودم من هافبک دفاعی بودم پرویز رفت سانت فوروارد دو تا گل زد یعنی میگم هر جا میذاشتیش خوب بود پرویز خیلی خوب بود به نظر من پرویز من نمیتونم هیچ گیر جایی بذارم بس پست هافبک دفاعی پرویز قلیچخانی هافبک راست تیم چطور هافبک راست یا گوش راست؟ من هافبک راست مهدوی کیا به نظر من حالا اون بک راست هم بازی میکرد ولی به نظر من هافبک راست اگه بخوایم تیم مثمری یعنی با ثمر ازش بهره مند بشیم هافبک راست اون فکر میکنم مهدوی کیا خوب بشه پس اون مهدی مهدوی کیا هم به عنوان هافبک راست وارد لیست میشه اون سمت زمین همین پوزیشن هافک چپ من هافک علی کریمی رو انتخاب می‌کنم علی کریمی چون خیلی هر جا که بوده خوب بوده من هر وقت بازیش رو دیدم خوب بازی کرده یعنی اونی بوده که من یعنی تو سیستمی که من دوست دارم که بزنم 8 سال 9 سال تاپ باشه تاپ بوده خوب بوده همیشه خود من هر وقت دیدم بازیکن خوب بازی کرده بس علی کریمی هم در پست هافک چپ هرچی میبینیم جلوتر بازی کنم ترافیکش یه نظر بیشتر میشه هافبک هجومی و نفوذی و بعد مهاجم هم خیلی داشتیم آره ببین اینجا میتونیم هم از خداداد هم میتونیم از فراد مجیدی از خیلی میتونیم فرشاد پیوس میتونیم بگیم خیلی رو میتونیم بگیم پشت این که یارا یا سانفور یا چیز کنیم ولی من هیچ کی رو بهتر از علی پبلی نمیبینم اینجا یعنی اینجا علی پرین این جایی بود که علی پرین هم مهدوی کیا رو خوب راه مینداخت البته اگر اینا باز همشون تو اوجش باشن ها نه اینکه حالا بزن بخوام از سه دور انتخاب کنیم اینا در اوجشون یعنی باز علی پرین تو اوجش باشه کریمی تو اوجش باشه قلیچخانی تو اوجش باشه مثلا همه 25 6 سال آره در همون سالی که خودم بازی میکردم نه اینکه الان من بخوام بگم علی کریمی بود چیزش فرق میکنه ولی این بود اینا باز در حدی باشن که همون چیزی که من میدیدم یعنی الان فیزن کریمی رو میدیدم مهدوی رو میدیدم همون او علی پریرا من میدیدم میدیدم که 8 سال 9 سال 10 سال خوب باز یعنی خیلی خوب باز میگرد هم از اون تیم کیان که بود تا پرسپولیس و بیکان که بود ولی من علی پروین انتخاب میکنم علی پروین در پست هافبک هجوم دو تا مهاجم میخوایم تا ترکیب 11 نفرمون تکمیل شه دیگه یکیش علی داییه دیگه این علی دایی که دیگه بازیکنیه که همه میتونن رو هم رو خوب بودنش هم رو تعصبش هم رو تلاشش بازیکنی که مثلا تو 24 5 سالگی میاد تیم ملی انقدر خوب میشه دیگه خیلی تلاش کرده یکیش هم حسن روشنه علی دایی و حسن روشن اتفاقا هر دو هم خوب تا اینجا رأی دارن به عنوان دو تا مهاجم تیم منتخب غرب آقا از این تیم یه انتخاب دیگه هم ما داریم سه بازیکن برتر این تیم که میشن سه بازیکن برتر قرن ما بازیکن اول 3 امتیاز میگیره بازیکن دوم 2 امتیاز بازیکن سوم 1 امتیاز من بازم قلیچخانی کریمی پروین پرویز قلیچخانی علی کریمی و علی پروین به همین ترتیب به همین ترتیب در این ستون اگه لطف کنید
انتخاب بعدیمون بهترین مربی قرنه، یه مربی ایرانی می‌خوایم با یه مربی خارجی که تو ایران کار کرده. ببین بدون شک بهترین مربی ایرانی زمان ما حشمت مهاجرانیه. مربی خارجی هم میتونیم رایکوف رو نام ببریم، چون رایکوف هم خیلی واسه فوتبال هم ملی هم واسه تاج زحمت کشید. آلن راجرز هم بود، ولی من فکر میکنم همون حشمت و رایکوف بهتر باشن. نظرم عوض شد، اول فکر میکنم راجرز زیاد دو سال بیشتر نبود با ما، ولی رایکوف بیشتر از اول ده سال بود. داره حشمت خان مهاجرانی و رایکوف دو مربی هر حالی انتخابه اصلا رنگی نشده، هم آبی هست هم قرمز. من خب اینجا مسئله رنگی نیست، مسئله این که تو فردا اگه اینه نگاه کردی بگی بابا واقعا اینا خوب بودن. بست. یعنی اینی که من که نمیخوام حالا اصلا ممکنه هیچ گوشی هم نبینم. الان اسکندران الان من الان 40 سال ندیدم، اصلا نظیر 40 سال من ندیدم، گلیش خواهی 40 سال من ندیدم. ولی اگه شما هر کی به پرز گریشخانی میگه خوب بود، اگه بگید نظری میگه خوب بود. یعنی این نیست که من بگم، یعنی من رو شخصی که نمیگم، که من رو این چون باشون بازی کردم تجربه و میدونم که واقعا اینا خوب بودن. حقی کسی رو ضایع نکردم، یعنی من خودم اگه میگم حقی کسی ضایع میشه هر کی هم بود گفتم نه. آقا بهترین داور قرن کدوم داوره؟ اون داورایی که ما باشون بودیم، چون این داورای جدید خب معمولا آقای فقانی اینا که الان یکی مونم که کمک داورمون هم که تا جام جهانی رفت آقای فنایی. ولی من جعفر نامدار رو بهتر از اون زمان، چون خیلی داوری سخت بود، خیلی کمک سخت بود، خیلی هیچی نبود اصلا واقعا از این چیزای کمک داور رو نمیدونم که با کمک کنه از نظر گوشی همسری نمیدونم هیچی داری. این خودش ده وسط هر چی تصمیم میگیره باز یه کار میگیره، یا باز انقدر فوش میخورد اگه اشتباه میگیره، یا باز درست قضاقه. و معمولا همیشه خوب بود جعفر نامدار. رشاد زندگی جعفر نامدار به تنگ داور قرن. ما انتخاب بعدی برترین تیم قرنه، یک تیم ملی میخوایم یا یک تیم باشگاهی واسه یه دوره خاص، یک سال خاص، یک تورنمنتی. من برترین تیم من هم میتونم 98 فرانسه رو بگم، هم میتونم 78 خودمون رو بگم. اینجا یکم آره اینجا میشه. اینجا والا ما از اون باری وقتی که بخاطری که ما اون موقع یعنی هیچی اصلا تیم‌ها رو نایده بودیم، اصلا بازیکن چی نمی‌شناختیم. درست. که حتی بتونیم یه فیلم داشته باشیم که اصلا بازیکن رو ببینیم که حداقل یه آنالیزی روش بکنیم. ولی نبود. اتفاقاً این اصلا عبدالله اومده بود همین رو ما رفتیم نمی‌شناختیم. اصلا هیچ نه اونا همه بازی ما رو دیده آره بودن ولی ما ندیده بودیم چی از ما هیچ چی ندیدیم. خیلی حالا 98 هم البته خیلی با دردسر رفتیم ولی خوب بازی کردن. 90 رفتنمون خیلی شانسی رفتیم. آره. تو یعنی اولین باری که خیلی شانس یارمون بود همون سال بود، ولی همون سال هم بهتر از همین. ولی اون سالی که ما رفتیم ما یه خوب میگم یه خورده باز بذاری اون زمان. ببین اون زمان از قاره استرالیا از و قاره آسیا یه تیم میرفت، بین اون همه تیم یه دونه سهم داشت، نه پنج تا، نه از آسیا الان پنج تا استرالیا اومده دو تا ایران شده، شد آسیا شده، شده یه سهمی یه آس مثلا یه قاره شده. ولی اون موقع دو تا قاره بود، از دو تا قاره یه تیم باز میرفت. تو باز همه تیما رو میبردی، یعنی از کره جنوبی، ژاپن، کویت، استرالیا حساب کن بگو تو کره شمالی، عربستان، کره شمالی، همه یعنی همه رو باز میبردی. بازی هم دو امتیازی بود. همه تیما هم مربی هایی مثلا مثل زاگالو و اینا داشتن، مربی ها همه درجه یک. ما اون سال همه رو بردیم. بازی آخر هم که تو کویت بود چهار امتیاز از همه از تیم دوم بالاتر بود، یعنی از استرالیا بالاتر بودیم. یعنی دیگه رفتنمون با تیم کویت بازی کردنمون فرمالیته بود که زاگال اونجا نشدن مبارک باشه وجود با آرژانتین و فلان. حشمت هم تیم دومو گذاشت، زاگالو گفت که با خاطر من مربی چیدم. بازم تیم دوممون هم تیم کویت دو هیچ برد.
یه گل حبیب خبیر زد، یه ریمون هم به تاج زد. آره ما من و علی پرویز ناصر اینا هم نشستیم بالا، بالا نگاه می‌کردیم. یعنی میگم اینقدر تیممون خوب بود، واقعا تیممون خوب بود. حالا میذارم به نظر شما، به نظرت کدوم حالا 98 یا 78؟ 78 که خب اون یه جورایی انقدر تیم اسما سنگینه، بازیکن‌ها بزرگان که تریلی نمیگیشون اسما رو. 98 خب خیلی تیم خاطر انگیزیه برام. البته شما خب پاس هم دارید دیگه، یکی از پاس‌ها هم میتونید، اون پاس هم فوق‌العاده بود اصلا. خب حالا ما به تیم ملی عوض ازین بعدش نه، یه دونه ملی یا یه باشگاهی. یه تیم ملی یا باشگاهی واسه یه دوره خاص، مثلا پاس تخت جمشید. واسه تخت جمشید که ما دو دوره خودمون قهرمان شدیم. یعنی من همون سالی که من بودم یه دونه شخصی توشون بود، بقیه همه نظامی بودن. درست. منم هر کاری کردم ببرن نرفتم. دانشکده پلیس هم نرفتم. همون سالم من هم مرد سال ایران شدم، هم بهترین بازیکن ایران شدم، هم این چیزایی که میگن دیگه. شنل نمچیدم بهمون پیکان جایزه داد، پیکان 7000 من 7000 تومان بود. منم تو اون سالی که اون همه بازیکن آره. گردن کلوف تو لیگ. آره اون هم مثلا شنل قهرمانی بدن این ور من پرویز کیچونی واسه بود، این ور من علی پروین، من وسط بایستادم که من بهترین بازیکن شدم. آره هست که این که پریشخانی من خودم بهش گفتم نیا، علی پروین اومد گفتم من خجالت میکشم تو بایستاده باشی، من بازیکن برتر، من باید بازیکن برتر باشم. ولی هم تیم 78 مون خوب بود، هم تیم پاسمون خوب بود. تیم پاسمون هم بخواید 11 تا ملی داشتیم و درجه یک بود. یعنی واقعا تیممون درجه یک بود. تو برنامه خاطر بازی عکسمون تیم پاسو داریم. حالا میدونی چون بعد از انقلاب یه وضعی به سر تیم پاس آوردن که الان دیگه من خودم پرسپولیسی میدونم، دیگه پاسی نمیدونم. یعنی واقعا محوش کردن، هر چی هم رفتیم التماس کردیم که بدید خودمون درستش کنیم، نذاشتن. الان دست شیشه تیمی که دو بار قهرمان آسیا، یه بار قهرمان آسیا، چه دو بار قهرمان جام تخت جمشید با بودن پرسپولیس و تاج. چه اون شما نمیدونید اون 11 تا ملی تاج داشت، 11 تا ملی پرسپولیس داشت. کلانی، بهزادی، پروین، آشتیانی، کاشانی، همه حساب کن، علی جباری، جواد قرا، کارو اقوردیان، اکبر کارگرجم، عزت جان ملکی، ناصر اجازی. یعنی ببین چه تیمی بود، ما تو اینا اول شدیم. یعنی ببین چقدر تیممون خوب بود. ولی خب من فکر کنم تیم 78 بهتره. تیم ملی ایران در جام جهانی 78. تمام مصاحبه گازرانی پاس تخت جمشید انتخاب کرد، گفت پاس تخت جمشید و پاس همدان من آره، انتخاب نمی‌کنم. آره پاس تخت جمشید اصلا پاس همدان که اصلا دیگه تواس نبود دیگه. فکر نکنم حدیث هوش کردم به اونجا مثل یه چیز سکه طلا هوش کردم. نو الان دیگه حلبی هم نیست، سکه زره گجی. هی فود اون تیمی که اون همه انقدر بازیکن درست میکرد، انقدر بازیکن درست میکرد. نمیدونم حالا چه میشه. آقا انتخاب آخر برترین ورزشکاران قرن دیگه همه رشته ها دیگه، هیچ محدودیتی نداریم. سه ورزشکار برتر قرن اینم امتیازیه. ورزشکار اول سه امتیاز، دوم دو، سوم یک امتیاز. محمد نصیری، عبدالله موحد، تیمور قیاسی. هر کدومشون هم واسه خودشون کلی رکورد و افتخار دارن. محمد نصیری که خروس وزن دنیا، بابا اصلا دو سه برابر وزن خودش. به خاطر ده گرم وزنش همه سرش عطه زد، مگزیک اول شد، المپیک مونیخ با اون بود. کاش عکساش باشه. موحد واقعا ورزشکاری بود که کم پیدا میشه مثلش. شش نامزال تلاش پشت سر هم. تیمور هم به خاطر اون سالی که خیلی خوشحالمون کرد، همون سالی که اما تیم فوتبال اول شدیم. آقا بالا که صحبت میکردیم یه خاطره از عبدالله موقعیت گفتید، تمریناتش فکر کنم اونو جذاب باشه مخاطب هم بدونم. ببین ما دانشتر عالی، یه دانشتر عالی ورزشی بود تو امجد، پایین تر از امجدیه. موقع اسمش روزویل بود، حالا نمیدونم مفتح چیه یه چیزی. اون موقع ما تمرین زمین چمن داشت، سالن داشت، بیشتر هم ورزشکارا بودن. من اومده بودم اونجا با کلیچخانی و موحدی دیدم سالن بسکتبال
که خود تمرین کردیم و فلان اینا، جواد علوردی هم بود که میخواست ببینه، میگفت این کسایی که هستن. من یه چیزی این عبدالموحد از لیسخان دیدم که از اون موقع تصمیم گرفتم که اگه میخوام ورزشکار بشم مثل اینا بشم. یعنی من دیدم این زیر حلقه بسکت رو میزنه مثل فنر میره تو به حلقه، به تور حلقه میخوره میاد پایین. نه دستش، سرش. تو این چقدر میپرید؟ هر کی بپرسی تو ایران بهترین سرزن فوتبال میگن همایون بهزادی دیگه. همایون سرطلایی اصلا معروف. پرویز گریشخانی رو سر این بلند میشد، دفاع وسط که بازی رو سر این بلند میشد میزد. همایون بهزادی با سر زد و دندونش شکوند. دندونش افتاد. یعنی ببین چقدر رفت بالاترش که این که سر زد زد زیر دندون این. ببین چقدر پرویز با رفت بالاترش. حالا همایون خودش وای میزد رو هوا نگاه میکرد اینجوری پاس میداد به شیزادگان و با کلان. کلان اینه که واقعا مثل قرار مثل مظلومه همجوری بود. وقتی میرفت بالا وای میزد نگاه میکرد اینجوری مینداخت جلو اثرشم. مینداخت جلو. یعنی اصلا یه بازیکنایی بود که بیان باز ببینید کاش که اون موقع این همه فیلم دوربینا بود میدیدید. این که من دارم میگم که همایون وای میزد واقعا میره وای میزد. نمیگه میرفت بالا قشنگ میدید همه زیر پاشو مینداخت جلو شیزادگان. اینا که کلان اینا گل گل میزدن بیشتر همین پاسای علی پروین و همایون و گل اینا سفر ایران پاک خدا بیامرزه سفر که هم نسل خیلی فوق العاده ای بودین هم خب حیف که واقعا فیلم و تاثیر خیلی کمه همین صحبت هاست که هم کمه هم کمه همین که بردن یه سری هم که بود مثلا بازی جام تقسیم شد دو کانال بیشتر نبود تلویزیون دیگه پخش میشد ولی الان هیچ کدومش نیست همشو بردن حالا نمیدونم اون موقع یارو میدونست نمیدونست رفتن تلویزیون گرفتن تمام اون آرشیوهای خوب و یعنی اصلا یه دور فیلم الان من نصیری نیست بابا قهرمان خورسمند جهان یسین مگه میشه از عبدالله موحد از تختیم نداریم فیلم نداریم مدوید واسمون آورده دو تا از شوروی آورده واسمون از میگه میشه آدم از قهرمان ملیش از تختی مثلا چیز نداره فیلم نداشته باشه این همه پشت شیشه طلا پشتم گرفته خب میگم یعنی مگه میشه آخه یه همچین چیزی فیلماشو مثلا باز ما از کشورای دیگه بگیریم یعنی ما خودمون معلومه داشتیم ولی خب حالا کی برده کی چیکارش کرده معلوم نیست چون موقع هم خیلی به هم یه دفعه معلوم نشد چی شد آقا صادقی ما امضای شما رو هم این قسمت میخوایم برای ثبت این برگه رو اگه لطف کنید هشته بله هشته 6400 جناب محمد صادقی خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه اما خب اینو به مخاطبا میگم که این تنها برنامه‌ای نیست که با جناب محمد صادقی داریم امروز چهارشنبه این برنامه رو شما تماشا میکنید روز جمعه برنامه خاطره بازی پخش میشه توصیه میکنم که به هیچ وجه این برنامه رو از دست ندید برنامه جذابی خواهد بود تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم خدا نگهدارتون